در جلسه چه گذشت و کارشناسان چه نظراتی داشتند؟ نظراتی که از سوی کارشناسان و همینطور از سوی اعضای هر دو حزب این کمیته مطرح شد، ابراز نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای و خطرناک بودن فعالیت‌های حکومت تهران بود. سه تن از پنل 4 نفره کارشناسان سیاست دولت بایدن رو مماشات با حکومت تهران دونستند که تنها به قوت گرفتن حکومت و افزایش تهدیدهای اون علیه جهان و به ویژه علیه آمریکا و همینطور به تقویت سرکوب بیشتر ایران توسط رژیم منجر خواهد شد. از جمله مایکل ماکوفسکی، مدیر عامل مؤسسه یهودی برای امنیت آمریکا، که در این مورد بشنویم. This isn't about pivoting to Asia. این استراتژی چرخش به سمت آسیا نیست، بلکه موافقت و اجتناب از رویارویی است که پیام وحشتناکی برای متحدان ما در سراسر جهان است. تا 3 روز دیگر سالگرد کشته شدن مهسا امینی است، اما هیچ سخنرانی رسمی طی سال گذشته در حمایت از ایرانیانی که برای برکناری رژیم تهران تظاهرات کردند نشده و دولت بایدن در نهایت برنامه هسته‌ای ایران را میپذیرد فقط به این امید که آن را حداقل تا بعد از نوامبر آینده به تعویق بیندازد. ریچارد گولدبرگ، مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی، ضمن انتقاد از سیاست آقای بایدن در قبال ایران، کمکاری برخی از نمایندگان کنگره را هم در فشار به دولت بایدن برای فشار بیشتر و نظارت جدی بر مسائل هسته‌ای و تروریستی دولت ایران مورد انتقاد قرار داد و در مصاحبه‌ای که با او داشتم نگرانی در مورد استراتژی فعلی دولت آقای بایدن را در قبال ایران ابراز کرد. I think right now we just want transparency. در حال حاضر ما فقط خواهان شفافیت هستیم. می‌خواهیم ببینیم که چه چیزی توافق شده، پول به کجا می‌رود، توطئه‌های تهران علیه مقامات آمریکایی و حملات تروریستی و روابط روبه رشد آن با روسیه ما را نگران می‌کند. بنابراین اگر قرار است پول زیادی را آزاد کنیم، می‌خواهیم بدانیم کجا استفاده می‌شود و این سیاست چه به دست می‌آورد. چون در حال حاضر ما همچنان در وین از دیدبان هسته‌ای می‌شنویم که ایران همچنان در حال توسعه غنی‌سازی است، نه محدود کردن آن. بنابراین نگرانی زیادی وجود دارد و ما جزئیات و شفافیت می‌خواهیم. باربارا اسلاوین، عضو مرکز مؤسسه استیمسون و مدافع سیاست آقای بایدن در قبال ایران، از انتقال 6 میلیارد دلار اخیر به ایران اینطور دفاع کرد. The US will be able to monitor exactly what Iran spends the money on. آمریکا می تواند نظارت کند که ایران پول را کجا خرج می کند و پول ها در قطر و نه در ایران خواهند بود و آمریکا باید هر نقل و انتقالی را تایید کند. بنابراین پول ها صرف اهداف بشردوستانه می شود و باید یادآور شوم که غذا و دارو هرگز توسط دولت آمریکا، حتی در دولت پرزیدنت ترامپ، تحریم نشده بود. در ارتباط با موضع هسته‌ای بسیار سخت است. از زمانی که دولت ترامپ از برجام خارج شد، ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش و نظارت را کاهش داد. بنابراین این مسئله بسیار دشوار است. من با رئیس و اعضای این کمیته هم گفتگوهایی داشتم که در بخش‌های بعدی بینندگان ملاحظه خواهند کرد.